سلام دوستان عزیزم حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال زبان دات. من مهناز هستم و در این درس بررسی میکنیم تفاوت سه فعل بسیار پرکاربرد که معناهای بسیار نزدیکی هم به هم دارن فعل سی، لوک و واچ هر سه این فعل ها در یک نگاه میتونیم یه معنای مشترک یعنی دیدن رو بهشون اختصاص بدیم اما تفاوت هایی هم بین این افعال و کاربردشون وجود داره ببینید فعل سی در لغت به معنای دیدن هستش از این فعل زمانی استفاده می کنیم که به صورت کاملا غیر ارادی میتونیم اشیا رو ببینیم فرض کنید توی یه پارک روی نیمکت نشستید تمام اشیا انسان ها و آیتم هایی رو که اطراف شما در پارک وجود داره شما میتونید به طور کاملا غیر ارادی اونها رو ببینید یعنی هرچه که اطرافتون هست و در زاویه دید شما وجود داره برای شما قابل دیده چه بخواید چه نخواید اونها رو میبینید پس اگر چیزی رو به صورت غیر ارادی میبینیم و واسمون قابل دید هست از فعل سی در معنای دیدن استفاده می کنیم. به عنوان مثال I saw Sarah in the park yesterday. فعل سا گذشته فعل سی هستش. یه فعل بیقاید است که شکل گذشتش به این شکل نوشته میشه. I saw Sarah in the park yesterday. یعنی من سارا رو دیروز توی پارک دیدم. در واقع معنای این جمله این هست که شما به صورت ارادی نرفتید پارک به این نیت که بخواید سارا رو ببینید. شما تو پارک نشسته بودید، سارا رد شده و دیدید به صورت کاملا غیر ارادی این دیدن اتفاق افتاده. غیر ارادی و بدون برنامه‌ریزی قبلی. پس در این جمله باید از فعل سی و یا حالتهای دیگری از زمانهای اون استفاده بکنیم. مثال بعدی رو ببینید. Has anyone seen my phone? کسی موبایل منو ندیده یا کسی موبایل منو جایی دیده؟ اینجا به دلیل اینکه داریم از یه سری اشخاصی سوال میپرسیم که شما موبایل منو یا کسی موبایل منو ندیده خب اون افراد دنبال موبایل من نبودن ما داریم میپرسیم که آیا به صورت غیر ارادی مثلا روی میزی جایی ندیدید پس چون داریم مجددا به یک فعل غیر ارادی در معنای دیدن اشاره می کنیم باید فعلی که استفاده می کنیم سی در جمله باشه که در این مثال به خاطر نیاز گرامری جمله از شکل سوم این فعل یعنی سین استفاده شده اما فعل شماره دو با همین معنای دیدن ببینید فعل لک در لغت و معنای دقیقتر میتونیم این فعل رو نگاه کردن معنی بکنیم زمانی از این فعل استفاده میکنیم که به صورت کاملا ارادی به یک شی یا یک شخصی نگاه میکنیم مثلا فکر کنید دارید کتاب میخونید و بعد دوستتون میگه اونجا رو نگاه کن سرتون رو میارید بالا و به این نیت که بخواید اون شخص اون مکان یا اون شی رو ببینید و دقت بکنید که بازه زمانی رو که به اون آیتم نگاه می کنید تقریبا کوتاه هست. به عنوان مثال اون سگ رو ببین یا نگاه کن Look at the dog فکر کنید این جمله رو دوستتون میگه. اون سگ رو ببین سرتون رو میارید بالا و به اون سگ نگاه می کنید. پس look at the dog و دقت بکنید حرف اضافه ای که بعد از look قرار میگیره look at حرف اضافه at هستش وقتی میخواهید بگید که به چه چیزی نگاه میکنه یا نگاه میکنیم look at یعنی نگاه کردن به look at the dog به اون سگ نگاه کن یا اون سگو ببین و مثال شماره دو They looked at the picture and laughed یعنی اونها به تصویر نگاه کردن و خندیدن فکر کنید سرشون رو برگردوندن به اون تصویر مورد نظر نگاه کردن و خندیدن به صورت کاملا ارادی و در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه این نگاه کردن یا این فعل اتفاق افتاده اما فعل شماره سه watch در لغت به معنای تماشا کردن هستش مجددا مثل فعل look که در اسلاید قبل یاد گرفتیم این فعل هم زمانی استفاده میشه که به صورت کاملا ارادی داریم یه چیزی رو نگاه میکنیم اما فرقی که با فعل look داره اینجاست در یک بازه زمانی نسبتا طولانی تر نسبت به فعل لک در یک بازه زمانی طولانی تر به اون آیتم مورد نظر نگاه می کنیم که اصطلاحا میشه تماشا کردن مثلا تماشا کردن تلویزیون شما به صورت کاملا ارادی و در یک بازه زمانی نسبتا طولانی تر تماشا می کنید تلویزیون رو و یا حتی مسابقه فوتبال یا هر مسابقه دیگری رو در این موارد از فعل watch استفاده میشه. به عنوان مثال I watch TV every night. من هر شب تلویزیون تماشا می کنم. به صورت ارادی هست و در یک بازه زمانی پس از فعل watch استفاده می کنیم. یا مثال بعدی I sit by the window and watch people. من میشینم کنار پنجره و مردم رو تماشا میکنم چون به صورت ارادی و در یک بازه زمانی خاص اتفاق میافته از فعل watch استفاده کردیم اما نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این نکته است برای مسابقه های ورزشی برای نمایش و تئاتر که به صورت حضوری خودتون میرید سالن و اونها رو نگاه میکنید از فعل سی استفاده میکنیم در جمله بندی هامون پس اگر به صورت حضوری میرید و این مسابقه های ورزشی نمایش و تئاتر رو تماشا میکنید دقت کنید حتما از فعل سی استفاده کنید به عنوان مثال I saw a wonderful film last night یعنی من دیدم یک فیلم فوقالعاده دیشب من دیشب یه فیلم فوقالعاده دیدم وقتی از فعل سی که گذشته اون میشه سا در جمله استفاده کردیم یعنی به صورت حضوری رفتیم سینما و اون فیلم رو دیدیم چون حضوری بوده از فعل سی در جمله استفاده شد اما اگر تو خونه و از طریق تلویزیون اون مسابقه ورزشی، نمایش و یا حتی فیلم رو از طریق تلویزیون تماشا می کنید در جمله باید از فعل watch استفاده بشه. I watched a wonderful film last night. یعنی جمله اول رو اگر به جای سی از watch استفاده کنیم یعنی من دیشب یه فیلم فوق‌العاده دیدم اما از طریق تلویزیون چون از فعل واچ در جمله استفاده شد